کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقابل نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب 17/2343 ماده واحده الحاق دولت شاهنشاهی به مقابل نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده است تصویب می‌گردد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقابله نامه ضمیمه است، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی مهندس عبدالله ریاضی. قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 9 دی ماه 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده است. مقابل نامه شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به دعوت هیئت مدیره دفتر بین المللی کار 42مین دوره اجلاسی خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنو منعقد ساخت. پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و 4مین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل می‌داد، تصویب نبود که این مقررات به صورت یک مقابله نامه بین المللی تنظیم گردد. و با توجه به اینکه اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند. در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقابله نامه را که مقابله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می شود به تصویب رسانید. ماده 1 بند 1. از لحاظ این مقابله نامه تبعیض عبارت است از الف هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آبا و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد. ب. هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمایی زینف از طرف مقامات صلاحیت دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد. 2. تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده باشد، تبعیض محسوب نخواهد شد. 3. از لحاظ این مقابله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق استخدام و اشتغال به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود. ماده 2. هر یک از دولت‌های عضو که این مقابله نامه را تصویب نموده است
مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد، یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید. ماده 3. هر یک از دول عضو که مقررات این مقابله نامه درباره وی قابل اجرا می باشد، موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد، الف، همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجرای سیاست سابق الذکر جلب نماید، ب، مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند، جیم، کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند، دال، در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند، ه، در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند، ز، ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقابله نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند. ماده 4. اقداماتی که علیه شخص معینی که انفرادن مورد سوء ظن واقع شده است و احتمال داده می شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می پردازد تبعیض محسوب نمی شود. لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صلاحیت دار ملی که طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. ماده 5 بند 1. مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقابله نامه ها یا توصیه نامه های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده و ذکر گردیده اند تبعیض محسوب نمی شوند. بند 2. هر یک از دول عضو می تواند پس از استماع نظریه سازمان های کارگری و کارفرمایی ذی‌نفع، در صورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند، اقدامات یا مقرراتی را که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا سن و یا شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می رسد تأمین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض نامیده می شود خارج سازد. ماده 6. هر یک از دولت‌های عضو که این مقابله نامه را تصویب می‌نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجرا کند. ماده 7. تصویب رسمی این مقابله نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید. ماده 8. 1. تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقابله نامه از طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید می باشند. 2. این مقابله نامه مدت 12 ماه بعد از اینکه الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد. 3.
سپس درباره هر یک از دولت‌های عضو مدت 12 ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود. ماده 9 بند 1 هر یک از کشورهای عضو که به این مقابله نامه ملحق می‌شود می‌تواند پس از انقضای مدت 10 سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقابله نامه 1 سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت. بند 2 هر یک از کشورهای عضو که این مقابله نامه را تصویب نموده باشد و تا 1 سال پس از انقضای مدت 10 ساله مذکور در فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت 10 سال دیگر به اجرای مقررات آن مقید می باشد و بعدن نیز پس از انقضای هر دوره 10 ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت. ماده 10 1. مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کلیه اعلامیه های مربوط به الحاق یا الغای این مقابله نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال می‌گردد به اطلاع کلیه دولت‌های عضو خواهد رسانید. 2. ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضای سازمان را به تاریخ ورود این مقابله نامه به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد. ماده 11 مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغا که طبق مواد سابق و ذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت. ماده 12 هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرای این مقابله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزء دستور جلسه قرار گیرد یا خیر. ماده 13 بند 1 در صورتی که کنفرانس مقابله نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از این مقابله نامه به تصویب برساند جز در مواردی که مقابله نامه جدید به نحو دیگری مقرر داشته باشد الف تصویب مقابله نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده 9 سابق ذکر به منزله الغای این مقابله نامه خواهد بود مشروط به اینکه مقابله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد. ب. از تاریخ ورود مقابله نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقابله نامه دیگر میسر نخواهد بود. بند 2 با وجود این مقابله نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقابله نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجرا خواهد بود. ماده 14 متن فرانسه و انگلیسی این مقابله نامه هر دو رسمیت دارند. متن فوق متن صحیح مقابله نامه است که رسما از طرف کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار ضمن 42مین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ 25 ژوئن 1958 پایان یافته به تصویب رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضا می‌رسد. محل امضای رئیس کنفرانس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار داست داوید. متن مقابله نامه فوق که متشمل بر یک مقدمه و 14 ماده است ضمیمه قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقابله نامه بین‌المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال بوده و صحیح است. برای
دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.